مسابقه استعدادیابی در تلویزیون ایران. وقتی امسال این هنرمند ماهشهری برنده این مسابقه شد، ماهشهر صحنه جشن و پایکوبی خودجوش بود. گسستی نادر در روزمرگی‌های زندگی سخت و طاقت فرسا برای مردم این منطقه. در شهری که 4 سال پیش با گرمای احساسی بالای 70 درجه خبرساز شد، داشتن امکانات زندگی راحت ضروری است. اما سهم ساکنان بندر ماهشهر از انبوه تأسیسات صنعتی و پتروشیمی توسعه ناپایدار و غیر متوازن است. اینجا خوزستان ماهشهر. اگر ریزگردها و طوفان‌های شن به این نقطه هجوم نبرند، آلودگی هوا همیشه و همه جا نفس کشیدن را دشوار می‌کند. مخصوصا اگر موارد مکرر نقص فنی در مجتمع‌های پتروشیمی و دود غلیظ آتش‌سوزی‌هایش آلودگی هوا را تشدید نکند. اگر هم بارش باران از شدت آلودگی هوا کم کند، ساکنان ماهشهر می‌دانند نتیجه‌اش چیست. صنایع ماهشهر سالانه بیش از 10 میلیارد دلار ارزآوری دارند، اما به بهای سنگین برای مردم. سرمایه گذاری در زیرساخت‌های ماهشهر بسیار اندک است. این آبیه که ما استفاده می‌کنیم، از سامانه‌های لازم برای تصفیه آب شرب گرفته که اگر کثیف نباشد به شدت آلوده است، تا وضعیت زباله و فاضلابی که در نزدیکی خانه‌های مردم تخلیه و به حال خود رها می‌شود. نمی‌دونم به کی بگم. خانه‌های فرسوده و خرابی که در مناطق محروم ماهشهر مثل فاز 1 و شهرک طالقانی کیفیت زندگی را برای ساکنانش به گرفتاری بزرگ بدل کرده. اینجا یکی از خیابان‌های شهرک ولیعصر فاز 1، این هم وضع خونه‌های ماست که متأسفانه خونه‌های کاملا پوسیده. شاید فقر و محرومیت اجتماعی قابل تحمل می بود اگر محیط زیست و سلامت مردم محفوظ بود. در ماهشهر ده ها واحد پتروشیمی روزانه 150 هزار متر مکعب از پساب خودشون رو وارد آبهای خلیج فارس و آبهای خرمسا می کنن. پسابهایی که بار آلودگی بسیار بالایی دارند، به فلزات مسموم، مخصوصا به جیوه. فعالیت های صنعتی در همه جای دنیا مقدار اندکی جیوه را وارد چرخه طبیعت و در نتیجه بدن انسان می کند. اما اگر به بیش از حد مجاز برسد، باعث مسمومیت و انواع بیماری ها مخصوصا نارسایی های عصبی می شود. فاجعه آلودگی خلیج میناماتا در ژاپن بین دهه 30 تا 60 میلادی بزرگترین فاجعه مسمومیت به جیوه را در جهان رقم زد. اینجا بیمارستان اصلی ماهشهر است. 9 سال پیش بود که گفته های یک مسئول سازمان محیط زیست در بازدید از این بیمارستان محافل خبری ایران را شوکه کرد. در این سفر رئیس شبکه بهداشت ماهشهر آمارهای عجیبی از تولد کودکان ناقص الخلقه، از جمله تولد 270 تا 370 کودک بدون سر در مدت 6 ماه ارائه داد. همچنین رئیس شبکه بهداشت ماهشهر از عقیم شدن شماری از مردان ماهشهری خبر داد که علت عمده آن احتمالاً وجود آلاینده‌های پتروشیمی در آب‌های خلیج فارس بوده است و قرار است این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. مسئله دیگر مورد بررسی قرار نگرفت و به عنوان یک نظر غیر کارشناسی رد شد. ماهشهر فاز 5. اما مردم منطقه تأثیرات این آلودگی‌ها را بر سلامت خود و کودکانشان می‌بینند. یا سرش بزرگه، دستاش کوتاهه، رنگش دو رنگ است، نمیدونم چشماشه، معدشه، رودشه، اینا همه و همه بستگی داره به من پدر، به خانم من که مادره. ایشون نفس و هوای آلوده و مسموم تنفس میکنیم، فردا بچه درست میکنیم، بچه‌مون میخواد چی در بیاد. روایت هایی که با نتیجه تحقیقات دانشگاه های ایران درباره آلودگی ماهی ها، پرندگان و آب و هوای ماهشهر به جیوه همخوانی دارد. این نتیجه تحقیقات دانشگاه شیراز خرداد 97. علارغم اینکه چندین سال هست که دیگه واحدهای کلور آلکالی تعطیل شده تو صنایع پتروشیمی ماهشهر، ولی متاسفانه جیوه هنوز توی محیط رسوب وجود داره و از این طریق میتونه وارد بدن ماهی بشه و در اثر استفاده ماهی توسط انسان میتونه وارد بدن انسان بشه. نگاهی فراگیرتر به دیگر تحقیقات دانشگاهی ایران، جملگی از بالاتر بودن آلودگی به جیوه نسبت به حد مجاز و استانداردهای جهانی در ماهشهر حکایت دارد. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، آبان 92.
مقدار قابل توجهی جیوه در بافت‌های مختلف پرندگان کاکای پا زرد تجمع یافته که دلیلی بر آلودگی منطقه ماهشهر و شادگان است. مقایسه نتایج این مطالعه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و دارو نشان داد که میزان جیوه در اندام‌های پرندگان کاکای پا زرد بالاتر از استانداردهای مذکور است. دانشگاه آزاد اسلامی، زمستان 93. همبستگی بین غلظت جیوه در آب و رسوب و تجمع آن در ماهیان حلوا سفید سید شده از خوریات مستقیم و معنی‌دار بود. دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 96. میزان جذب روزانه جیوه در 23% از زنان مورد مطالعه از حد راهنمای سازمان بهداشت جهانی فراتر بود. در شهریور ماه امسال یکی از مدیران خدماتی واحدهای پتروشیمی ماهشهر به خاطر سرازیر کردن پساب صنعتی آلوده به جیوه به داخل خورموسا به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. هیچ جای دنیا همچین فضا سبز پیدا نمی‌کنی برای کودکان ما. آسیب پذیرترین قشرها در برابر آلودگی به جیوه و دیگر منابع آلاینده جنین‌ها و نوزادان و مصرف کنندگان آبزیان هستند. صنایع ماهشهر منبع مهم درآمد برای ایران است، ولی به علت ضعف ضوابط زیست محیطی تهدیدی برای سلامت و محیط زیست ساکنان ماهشهر نیز هست که در کنار فقر و محرومیت‌های اجتماعی ترمزی است بر شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادهای مردمانش. سیاوش اردلان، بی بی سی.